سلام به شما دوستای نازنینم، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز میخوام یکی از عشقامو بهتون نشون بدم، معرفی میکنم کره. امروز میخوام این کره محلی رو دوغگیری کنم، چون میخوام باهاش شیرینی عید درست کنم، شیرینی نخودچی. البته هر شیرینی که توش کره به کار رفته باشه، یا روغن جامد یا روغن صاف قنادی، من میخوام به جای روغن جامد و روغن صاف قنادی از کره محلی استفاده کنم که قبلش میخوام دوغگیری کنم. بریم با هم ببینیم که من دوغ این کره رو چطوری میخوام بگیرم. خیلی آسون و راحته. بزن بریم. آب رو تا جایی پر میکنم که کف کاسه به آب برخورد نکنه. بعد از اینکه آب به جوش اومد، حرارت رو کم میکنم. کره رو داخل ظرف میذارم و زمان میدم تا کاملا آب بشه. دوستای گلم، لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. برای درست کردن شیرینی های سنتی ایرانی، به جای روغن جامد یا روغن صاف قنادی از کره دوغ گرفته استفاده می کنم. این کفی که روش جمع شده کف دوغه. با این روشی که توی ویدیو هست، به راحتی آب و دوغ کره جدا میشه و آماده برای جایگزین کردن روغن جامد و روغن صاف قنادی. کره هر چقدر هم با کیفیت باشه، باز هم چند درصدی توی خودش دوغ داره. زمانی که میخوام جایگزین روغن جامد و روغن صاف قنادی کنم، اگر بدون اینکه دوغش رو گرفته باشم توی شیرینی استفاده کنم، توی بافت و کیفیت شیرینی تأثیر میذاره، یا ممکنه شیرینی را سفت بکنه و یا اینکه شلش بکنه. بعد از اینکه کره کاملا آب شد، میذارمش کنار تا به دمای محیط برسه. کف روش رو جمع میکنم. برای شیرینی هایی که تو دستورشون گفته شده از کره استفاده بشه، نیازی به دوغگیری کره نداره. من زمانی از کره دوغ گرفته شده استفاده میکنم که میخوام جایگزین روغن جامد، نیمه جامد یا روغن صاف قنادی توی شیرینی پزی باشه. برای اینکه لینک ویدیوی بعدی رو از دست ندی، میتونی سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو بزنی که زمان انتشار ویدیو جدید از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشی. بعد از اینکه کف روش رو جمع کردم، میذارمش توی یخچال تا کره به طور کامل ببنده. بعد از 24 ساعت کره کاملا بسته و دوغ ازش جدا شده. خیلی خوشحال میشم دوستایی که ویدیو رو میبینید لایک کنید و نظر بدید. نظرات شما منو خیلی خوشحال میکنه. خیلی راحت کره از ظرف جدا میشه. اگه سوالی براتون پیش اومده، توی کامنت ها حتما بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. این قسمت کره که شله جدا میکنم. این کانال تلگرام منه. همه ویدیوهایی که اینجا هست رو، لینکش رو اونجا قرار میدم. و یه سری چیزهای دیگه مثل ترفندها و نکته های آشپزی و خانه‌داریه. پیشنهاد میدم حتما عضو کانال تلگرام بشید و از این آموزش‌های رایگان استفاده کنید. لینک کانال تلگرام رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. این دوغی که از کره جدا شده طعم ترشمزه‌ای داره. اگه از ویدیو خوشتون اومده، با دوستاتون به اشتراک بذارید. اینم از کره دوغ گرفته، آماده برای استفاده توی شیرینی هایی که احتیاج به روغن کاملا جامد یا روغن صاف قنادی داره. میتونم توی فریزر نگهداری کنم. هر وقت احتیاج داشتم به قدر نیاز استفاده میکنم. این قمری که داره تو اتاق جولان میده، یه روز تو حیات بدحال پیداش کردم. یه چند روزی مهمونمون بود تا اینکه حالش خوب شد و رفت که رفت. پشت سرش هم نگاه نکرد. فقط تعجب روبی از گستاخی پرنده که تو محدودش داره راحت قدم میزنه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. اگر از ویدیو خوشتون اومده، ویدیو رو لایک بکنید که لایک شما باعث دلگرمی منه.
اگر تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از این کانال ببینید. تا ویدیوی بعدی، هممون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار هممون باشه.